در طول 1400 سال گذشته تا کنون همواره در گوشه و کنار جهان و حتی در برخی کشورهای اسلامی شنیده شده که برخی حکومت‌ها و دولت‌ها به هر نحوی تلاش می‌کنند با عزاداری‌های ماه محرم مقابله کرده و در این مسیر سنگ اندازی کنند این گونه تلاش‌ها برای مقابله با جریان امام حسین علیه السلام همچنان ادامه دارد اما به حمد الله دشمنان اهل بیت اسمل و تعالت علیه مسلم نه تنها موفق به چنین کاری نشدند بلکه روز به روز چراغ دستگاه امام حسین علیه السلام روشن و روشنتر شده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مسئولان ایالت جامع و کشمیر اجازه برپایی مراسم آشورای حسینی را صادر کردند. برپایی مراسم آشورای حسینی علیه السلام در این مناطق از بیش از سی سال پیش ممنوع شده بود در همین راستا پایگاه خبری اینترنشنال بیزنس تایمز گزارش داد پس از بیش از سی سال ممنوعیت برپایی مراسم آشورای حسینی در ایالت جامو و کشمیر مسئولان این ایالت در تصمیم ناگهانی اجازه برپایی مراسم عزاداری برای سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام را اعلام کردند در این گزارش آمده این تصمیم جدید باعث خرسندی عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در جامع و کشمیر شد و تمجید مسلمانان را به دنبال داشته است بر اساس این گزارش قبل از ظهور موج تروریسم تکفیری در دره در کشمیر موکب های حسینی از همه مناطق سرینگر عبور می کردن. اما از سال 1990 میلادی حرکت موکب ها ممنوع اعلام شد این گزارش به نقل از امران رضا انصاری چهره برجسته شیعی و رئیس انجمن شیعیان دره کشمیر گفت اعضای این انجمن موکب های ازاداری را همانند دوران پیش از ظهور تروریسم رهبری خواهند کرد انصاری از علام کشمیری و حجت الاسلام آقا سید حسن موسوی دو شخصیت دیگر این منطقه خواست تا به این موکب های حسینی و ازاداری سالار شهیدان که وقفه بیش از سی سال داشت بپیوندند. این روزنامه گزارش داد دسته های ازاداری سنتی در کشمیر به طول دوازده کیلومتر خواهد بود این ازاداری از هشتم تا دهم ده محرم یعنی آشورای حسینی ادامه دارد این مراسم ازاداری بر اساس برنامه از پیش تدوین شده با رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور مبارزه با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع آن برگزار می شود.